اردشیر زارزاده حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو برای جزئیات بیشتر با ما همراه هستن. آقای زارزاده، چه جزئیات بیشتری از این گزارش منتشر شده؟ درود بر شما. گزارشایی که در واقع گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل و کسانی که مسئول تهیه در حوزه‌های مختلف حقوق بشر هستند که نظارت بکنن به وضعیت حقوق بشر در ایران و حتی کشورهای دیگر و از طرف سازمان ملل تعیین شدن، وظیفه دارن که در واقع گزارش‌های مستندی رو تهیه بکنن و با شاهدان عینی صحبت بکنن، چه کسانی که در داخل کشور هستن و چه کسانی که در بیرون از ایران هستند، و بتونن گزارش‌هایی رو پخش بکنن، یعنی وارد جزئیاتی بشن که واقعیت داره، مستند هست و صرفاً جزئیاتی نباشه که فقط برگرفته از برخی سایت‌ها یا رسانه‌ها باشه، اگرچه رسانه‌ها هم منبع مورد استفاده هست برای گزارش‌ها. و در این گزارش خب به جزئیات‌های مختلفی در حوزه‌های مختلف همونطور که شما هم اشاره کردین پرداخته شده که در واقع کمک میکنه به فعالان حقوق بشر ایرانی در داخل کشور و خارج از کشور که مصممتر فعالیت‌های خودشون رو پیگیری بکنن، به خصوص که بخش اساسی از این گزارش در واقع گزارش‌هایی که خود فعالان حقوق بشر ایرانی تهیه می‌کنند و اون جزئیات رو در اختیار گزارشگر ویژه تعیین شده سازمان ملل قرار میدن. خب آقای زارزاده، ارائه چنین گزارش‌هایی چقدر می‌تونه به وضعیت حقوق بشر در ایران تأثیر بذاره؟ آیا اصلا تأثیری می‌ذاره؟ 100%. ببینین، اگر ما شرایط امروز رو با دهه‌های گذشته مقایسه بکنیم، خیلی واضح می‌بینیم که رژیم جمهوری اسلامی در سرکوب ضعیف‌تر شده. اگرچه یک رژیم سرکوبگر هست و نقض حقوق بشر رو به صورت گسترده و سیستماتیک البته داره نقض می‌کنه، اما در عین حال ضعیف‌تر شده و همون رژیمی نیست که میتونست در دهه 60 اعدام‌هایی رو در زندان‌ها انجام بده یا افرادی رو مفقود الاثر بکنه. الان این شرایط برای جمهوری اسلامی مهیا نیست، چون فعالان حقوق بشر فعالیت رژیم رو تحت نظر دارن، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور. و الان هم شما ببینید که در کوچکترین اتفاقی در زندان‌ها میفته منتشر میشه، گزارش میشه، و این گزارش‌ها هم که در سطح بین‌المللی مطرح میشه کمکی است که در واقع جلوی نقض گسترده حقوق بشر رو بگیره. خب در زمینه این جریان دادخواهی چطور، یا خانواده‌های قربانیان با استناد به چنین گزارش‌هایی به نظر شما میتونن در دادگاه‌های بین‌المللی دادخواهی کنند؟ 100%. اتفاقا یکی از اسنادی که در دادگاه‌های بین‌المللی استناد قرار میگیره، اسنادیه که خود گزارشگران سازمان ملل یا بخش‌های مختلف سازمان ملل منتشر میکنه، یا حتی نه تنها سازمان ملل، حتی سازمان‌های بین‌المللی یک معتبری که وضعیت حقوق بشر در ایران و کشورهای دیگر رو رصد میکنن، گزارش‌های اینها اعتبار بین‌المللی و قضایی داره و در خیلی از دادگاه‌ها این گزارش‌ها رو مورد استناد قرار میدن به عنوان اینکه در اون کشور اون اتفاقات افتاده. بنابراین افرادی که از جمهوری اسلامی و یا از کشورهای دیگه شکایت میکنن، من همواره در پرونده های دیدم که این گزارش ها رو به عنوان سند مورد استفاده قرار دادن. اینطوری نیست که فقط یه گزارشی داده شده باشه و منتشر شده باشه برای اطلاع رسانی. این گزارش ها از زوایای مختلف حائز اهمیت هست و گزارش و فعالان حقوق بشر از این گزارش ها و مختلف بهره برداری میکنن. ممنونم از شما اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، که از تورنتو با ما همراه بودیم.